قسمت 6. مصرف‌گرایی در دنیای فیلمسازی. در حالی که مصرف‌گرایی نقش مهمی در دنیای فیلمسازی بازی می‌کند، ضروری است که ملاحظات تجاری را با یک پارچگی هنری و میل به ایجاد تجربیات داستان‌گویی معنادار متعادل کنیم. فیلمسازان باید خواسته‌های مصرف‌کنندگان را دنبال کنند و در عین حال به کشف و جابجایی مرزهای هنری خود ادامه دهند. این مصرف‌گرایی در فیلمسازی تأثیر مستقیم در رفتار مصرف کننده و تقاضای بازار بر تولید، توزیع و مصرف فیلم اشاره دارد. در اینجا چند جنبه کلیدی مصرف‌گرایی در فیلمسازی آورده شده است. 1. موفقیت باکس آفیس. مصرف‌گرایی به شدت بر موفقیت فیلم‌ها در گیشه تأثیر می‌گذارد. موفقیت مالی یک فیلم اغلب با درآمدهای باکس آفیس آن سنجیده می شود که منعکس کننده علاقه و تقاضای مخاطب است. فیلمسازان و استدیوها به دقت گرایش ها و ترجیحات مصرف کننده را مطالعه می کنند تا فیلم هایی بسازند که احتمالاً مخاطبات زیادی را جذب کرده و درآمد قابل توجهی ایجاد کنند. 2. تقاضای دوباره. مصرف‌گرایی منجر به افزایش تأکید بر ساخت دوباره فیلم شده است. فیلم‌های موفق اغلب دنباله‌ها، پیش درآمدها، اسپین آف‌ها و جهان‌های سینمایی را تولید می‌کنند تا بتوانند تقاضای مصرف‌کننده را برآورده کنند و از محبوبیت‌های مالکیت‌های فکری تثبیت شده سرمایه‌گذاری کنند. ساخت دوباره به استدیوها اجازه می‌دهد تا یک جریان مداوم از فیلم‌ها را ایجاد کنند که برای طرفداران فعلی جذاب باشد و افراد جدید را جذب کنند. 3. فرصت‌های تجاری. مصرف‌گرایی در فیلمسازی فراتر از تجربه نمایش است. فیلم‌ها اغلب فرصت‌های تجاری را از طریق فروش اسباب‌بازی‌ها، لباس‌ها، کلکسیون‌ها و سایر محصولات با شخصیت‌ها و مضامین فیلم‌ها فراهم می‌کنند. این محصولات نه تنها درآمد اضافی ایجاد می‌کنند، بلکه به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهند ارتباط خود را با فیلم بیان کنند و بیشتر در دنیای آن غوطه‌ور شوند. 4. بازاریابی هدفمند. برای به حد اکثر رساندن علاقه و مشارکت مصرف کننده، فیلم ها به صورت استراتژیک برای گروه های جمعیتی خاص بازاریابی می شوند. کمپین های تبلیغاتی، تریلر ها و مواد تبلیغاتی به گونه‌ای طراحی شده اند که برای مخاطبان هدف جذاب باشند و تبلیغات ایجاد کنند. تحقیقات بازار و بینش مصرف کننده برای شناسایی ترجیحات، علایق و رفتار بخش‌های خاص مصرف کننده، اطلاع رسانی به استراتژی‌ها و تصمیم‌های بازاریابی استفاده می‌شود. 5. خدمات پخش جریانی و مصرف دیجیتال. ظهور پلتفرم‌های استریم به طور قابل توجهی بر مصرف‌گرایی در فیلمسازی تأثیر گذاشته است. اکنون مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری برای دسترسی و مصرف فیلم‌ها به صورت دیجیتال دارند که منجر به تغییر در مدل‌های توزیع می‌شود. سرویس‌های پخش جریانی داده‌های مصرف‌کننده و عادت‌های مشاهده را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا توصیه های محتوا را تنظیم کرده و تجربه کاربر را شخصی سازی کنند. این تغییر همچنین باعث ایجاد محتوای اصلی شده است که به طور خاص متناسب با خواسته ها و ترجیحات مخاطبان جریان است. 6. تبلیغات متقابل و پیوندهای تجاری. مصرف‌گرایی در فیلمسازی اغلب شامل تبلیغات متقابل و پیوندهای تجاری است. فیلم‌ها یا برندها شریک می‌شوند تا محصولات، کمپین‌های تبلیغاتی یا حمایت‌های مالی را به نمایش بگذارند که به نفع هر دو طرف باشد. این عمل به ایجاد درآمد اضافی، افزایش در معرض دید و دسترسی به برند کمک می‌کند و فیلم‌ها را با برندهای مصرف‌کننده خاص یا انتخاب‌های سبک زندگی همسو می‌کند. 7. تعامل با تماشاگران و تعامل با طرفداران. فیلمسازان اغلب به طور فعال از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، رویدادهای طرفداران و تجربیات تعاملی با طرفداران درگیر می‌شوند. این امکان برقراری ارتباط مستقیم را فراهم می‌کند.
مشارکت طرفداران را تشویق می کند و تجربه کلی مصرف کننده را افزایش می دهد. فیلمسازان همچنین ممکن است بازخورد طرفداران را بخواهند و ترجیحات طرفداران را در پروژه‌های آینده بگنجانند و احساس مالکیت و وفاداری را در بین مصرف کنندگان ایجاد کنند. 8. تمرکز بر بازار پذیری. فیلم ها اغلب توسط استدیوها انتخاب می شوند. فیلم هایی که به عنوان قابل فروش و تجاری شناخته می شوند، مانند دنباله ها، اقتباس ها یا فیلم هایی با ستاره های شناخته شده، احتمال بیشتری برای تأمین مالی و تولید دارند. این تمرکز بر بازار پسندی گاهی می تواند به اشباع ژانرهای خاص یا عدم اصالت در داستانگویی منجر شود. 9. اینفلوئنسر و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی. فیلمسازان و استدیوها از قدرت تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغ فیلم‌های خود استفاده می‌کنند. اینفلوئنسرها با فالوورهای زیاد می‌توانند به طور مؤثری علاقه مصرف کنندگان را تقویت کنند و در مورد نسخه‌های جدید هیجان ایجاد کنند. آنها ممکن است در اولین نمایش ها شرکت کنند، محتوای حمایت شده یا نظرات خود را به اشتراک بگذارند و با مخاطبان خود درگیر شوند تا سر و صدا ایجاد کنند و فروش بلیت را تشویق کنند. 10. نمایش های آزمایشی و بازخورد تماشاگران. مصرفگرایی در مرحله پیش از اکران فیلم از طریق نمایش های آزمایشی و بازخورد مخاطبان نقش ایفا می کند. فیلمسازان اغلب نمایش‌های آزمایشی را برای سنجش واکنش مخاطبان و انجام تنظیمات بر اساس ترجیحات مصرف کننده انجام می‌دهند. این بازخورد در شکل دادن به نسخه نهایی فیلم برای به حد اکثر رساندن جذابیت و شانس موفقیت آن بسیار مهم است. 12. ملاحظات بازار بین المللی. فیلمسازان به طور فزاینده ای بازار بین المللی و ترجیحات مصرف کننده را هنگام تولید فیلم در نظر می گیرند. باکس آفیس جهانی به عامل مهمی در تعیین موفقیت یک فیلم تبدیل شده است که منجر به گنجاندن محیط های بین المللی، بازیگران مختلف و مضامینی می شود که در بین مخاطبان گسترده طنین انداز می شود. 13. فصل جشنواره ها و جوایز فیلم. مصرفگرایی در هیاهوی جشنواره های فیلم و فصل جوایز مشهود است. استدیوها و فیلمسازان به طور استراتژیک فیلم ها را با ایجاد تبلیغ و تحسین منتقدان با توجه به علاقه و شناخت مصرف کننده قرار می دهند. برنده شدن جوایز می تواند چشم‌انداز تجاری یک فیلم را افزایش دهد و تقاضای مصرف کننده را افزایش دهد. 14. فرهنگ سلبریتی ها و قدرت ستارگان. مصرفگرایی با جذابیت فرهنگی سلبریتی و قدرت ستاره در صنعت فیلم در هم آمیخته است. بازیگران و بازیگران شناخته شده اغلب تأثیر قابل توجهی بر علاقه مصرف کنندگان به یک فیلم دارند. شخصیت‌های عمومی، تایید برندها و حضور رسانه‌ای آنها به جذابیت کلی مصرف کننده و استراتژی بازاریابی یک فیلم کمک می‌کنند. 15. تاریخ‌های اکران هدفمند. مصرفگرایی در تعیین تاریخ اکران فیلم‌ها نقش دارد. استدیوها اغلب به صورت استراتژیک برای اکران در دوره‌های اوج فیلم، تعطیلات یا ماه‌های تابستان که تقاضای مصرف کنندگان زیاد است، برنامه ریزی می‌کنند. آنها همچنین رقابت با سایر فیلم‌ها را در نظر می‌گیرند و برای به حد اکثر رساندن موفقیت باکس آفیس تصمیم می‌گیرند. مصرف‌گرایی می‌تواند بر محتوا و مضامین فیلم‌ها تأثیر بگذارد. استدیوها و فیلمسازان ممکن است ترجیحات مصرف کننده و گرایش‌های محبوب را هنگام توسعه خط داستانی، شخصیت‌ها و زیباشناسی بصری در نظر بگیرند. این می‌تواند منجر به افزایش ژانرها یا سبک‌های خاصی شود که در حال حاضر مورد تقاضا هستند. 17. بازاریابی تاخچه‌ای.
مصرفگرایی منجر به ظهور بازاریابی تخصصی در صنعت فیلم شده است. فیلم سازان و توزیع کنندگان با کمپین های بازاریابی مناسب و استراتژی های انتشار مخاطبان خاصی را هدف قرار می دهند. این به فیلم هایی که به علایق خاص یا جمعیت شناسی ضعیف پاسخ می دهند اجازه می دهد تا با تعامل مستقیم با مصرف کنندگان هدف خود به موفقیت دست یابند. 18. ظهور پروژه های طرفداران. مصرفگرایی باعث ایجاد پروژه‌های طرفداران محور شده است که در آن طرفداران پرشور فعالانه در تولید محتوا مشارکت می‌کنند. پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی به طرفداران این امکان را می‌دهند که از نظر مالی از فیلم‌هایی حمایت کنند و در طول فیلم‌هایی که علاقه زیادی به آنها دارند مشارکت کنند و به آنها احساس مالکیت و نفوذ می‌دهند. 19. رتبه بندی ها و نقد ها. مصرفگرایی به شدت بر درک و موفقیت فیلم ها از طریق رتبه بندی و نقد تأثیر می گذارند. پلتفرم های آنلاین مانند Rotten Tomatoes یا IMDb رتبه بندی ها و بررسی های منتقدان و مخاطبان را جمع آوری می کنند که می تواند به شدت بر تصمیم مصرف کننده و عمل کرده باکس آفیس تأثیر بگذارد. نظرات مثبت و رتبه‌های بالا اغلب مصرف کنندگی بیشتری را به تماشای یک فیلم سوق می‌دهند. 20. استراتژی‌های انتشار چند پلتفرمی. مصرفگرایی منجر به اتخاذ استراتژی‌های انتشار چند پلتفرمی شده است. اکنون فیلم‌ها به طور همزمان یا مدت کوتاهی پس از اکران در سینما بر روی پلتفرم‌های مختلف از جمله سرویس‌های استریم، ویدیویی درخواستی یا اجاره دیجیتال منتشر می‌شوند. این به مصرف کنندگان اجازه می‌دهد تا روش مصرف ترجیحی خود را انتخاب کند با توجه به راحتی و ترجیحات مشاهده. 21. بازاریابی ویروسی. مصرفگرایی با بازاریابی ویروسی مرتبط با فیلم‌ها در هم آمیخته است. استدیوها و بازاریابان از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد تبلیغ و ایجاد مکالمات آنلاین پیرامون فیلم‌های خود استفاده می‌کنند. محتوای ویروسی مرتبط با فیلم‌ها می‌توانند به سرعت پخش شوند و علاقه و تعامل مصرف کننده را ایجاد کنند. 22. همافزایی بین رسانه‌ای. مصرفگرایی بر همافزایی میان رسانه‌ای تأثیر می‌گذارد که در آن فیلم‌ها بخشی از فرانشیز یا جهان چند رسانه‌ای بزرگتر هستند. این شامل ارتباط با سایر اشکال رسانه‌ها مانند بازی‌های ویدیویی، دوره‌ها، کمیک‌ها یا سریال‌های تلویزیونی است که تجارب و فرصت‌های بیشتری را برای مشتری فراهم می‌کند. 23. فرهنگ مشارکتی. مصرفگرایی در فیلمسازی به رشد فرهنگ مشارکتی کمک کرده است. جایی که طرفداران فعالانه در بحث‌ها شرکت می‌کنند، محتوا تولید می‌کنند و به گفتگوی مداوم پیرامون فیلم کمک می‌کنند. این تعامل با مصرف کننده حس اجتماعی را تقویت می‌کند و به تجربه فیلمی فراگیرتر را امکان پذیر می‌کند. 24. بازاریابی دیجیتال و تبلیغات شخصی. مصرفگرایی در فیلمسازی از طریق استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال و تبلیغات شخصی سازی شده تقویت می‌شود. فیلمسازان و استدیوها از داده‌های مصرف کننده برای ایجاد تبلیغات هدفمند متناسب با ترجیحات فردی و عادات تماشا استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی فرصت‌هایی را برای دسترسی مستقیم به مصرف کنندگان و درگیر کردن آنها، تبلیغ فیلم و فروش بلیت فراهم می‌کنند. 25. توزیع مستقیم به مصرف کننده. مصرف‌گرایی با ظهور مدل‌های توزیع مستقیم به مصرف کننده گسترش یافته است. پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی فرصت‌هایی را برای دسترسی مستقیم به مصرف کنندگان و درگیر کردن آنها، تبلیغ فیلم و فروش بلیت فراهم می‌کند. 25. توزیع مستقیم به مصرف کننده. مصرفگرایی با ظهور مدل‌های توزیع مستقیم به مصرف کننده گسترش یافته است.
فیلم سازان و استدیوها می توانند کانال های توزیع سنتی را دور بزنند و فیلم ها را مستقیما از طریق پلتفرم ها یا وبسایت های خودشان برای مخاطبان منتشر کنند. این امکان ارتباط مستقیم تر با مصرف کنندگان و افزایش کنترل بر فرایند توزیع را فراهم می کند. 26. جمع سپاری و مشارکت مخاطب. مصرفگرایی در فیلمسازی با ظهور جمع سپاری و مشارکت مخاطبان تکامل یافته است. فیلمسازان ممکن است در طول مراحل توسعه یا پس از تولید به دنبال نظرات طرفداران باشند تا بتوانند در تصمیمات خلاقانه خاصی نظر داشته باشند. پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی همچنین به طرفداران این امکان را می‌دهد تا از نظر مالی در تولید فیلم‌هایی که برای آنها هیجان‌زده هستند مشارکت داشته باشند و خواسته‌های مصرف کننده را با محصول نهایی همسو کنند. 27. محتوای اصلی سرویس پخش جریانی. مصرفگرایی به رشد محتوای اصلی در پلتفرم‌های استریم دامن زده است. این سرویس‌ها فیلم‌هایی تولید می‌کنند تا اولویت‌ها و رفتار تماشایی مشترکانشان را برآورده کنند. پلتفرم‌های استریم برای اطلاع رسانی به استراتژی‌های تولید محتوای خود بر تجزیه و تحلیل داده‌های مصرف کننده تکیه می‌کنند و در نتیجه طیف وسیعی از فیلم‌ها را هدف قرار می‌دهند که مخاطبان و جایگاه‌های مختلف را هدف قرار می‌دهند. مصرف‌گرایی یک نیروی محرکه در دنیای فیلمسازی، شکل دادن به انتخاب‌های تولید، استراتژی‌های توزیع و درگیری مخاطب است. با درک رفتار مصرف کننده، ترجیحات و خواسته های بازار، فیلمسازان می توانند محتوایی ایجاد کنند که با مخاطبان طنین انداز شده و موفقیت تجاری را تضمین کند. با این حال برای فیلمسازان مهم است که تعادلی بین تأمین خواسته های مصرف کننده و پیش برد مرزهای خلاقانه ایجاد کنند و در نهایت تجربه های سینمایی تأثیرگذار و قابل تأملی را ایجاد کنند. مهم است که تأثیر مصرفگرایی در صنعت فیلم را بشناسیم. اما حفظ تعادل بین تأمین خواسته های مصرف کننده و پرورش خلاقیت، اصالت و بیان هنری نیز بسیار مهم است. فیلمسازان باید تلاش کنند تا حد وسطی بیابند که هم قابلیت تجاری و هم میل به خلق تجارب سینمایی تأثیرگذار و منحصر به فرد را برآورده کند.